استاد سلام. سلام به شما. خوب هستین؟ استاد شما خوب است؟ جان جان زنده باشین. تشکر. خاله ما خودت میریم طرف دالامان با. آجانا میریم. اگه خدا معرفی کنی؟ اسمم نثار احمد، باشنده نایه یافتم. پای کس تاکسی والای شخصی شهر. چقدر وقت است تاکسی رانی میکنی؟ یک مدت دو سال میشه. دو سال؟ بله. سابق چی کار میکنی؟ قبلا دوکان داشتیم. دوکان چی؟ خوراک فروشی. چطور است؟ کاربار دانستان؟ والا خوب است دیگه، مقصد شب و روز است تیر میشه دیگه، تو خوب و خوب هم نیست و تو بد بد هم نیست، از اینکه ما دیگه سرمایه نداریم که دیگه کاروبار کنیم یا مثلا دیگه شغل نداریم که بریم کار کنیم، خب فعلا امیره غلیمت شماریدیم دیگه، میاییم صبح و شب و بالاخره یک روز و روزگار زندگی را که تمی میچر کنیم. میچر نباست؟ والا خوب است دیگه، گاهی میشه گاهی نمیشه، چون رابندی زیاد است، یک کم مشکلات و شهری ما داریم، دریورای ما یکمه که مشکل داره، ترافیک ما مشکل داره، خب بالاخره زندگی مگذره بگه با خدا پندست دیلم. والا پس انداز نداره، چون پس انداز در تاکسیوانی فعلا هیچ کی نداره، هیچ کسی، همون که بیهی قدرتمند تاکسی شهری داره، فکر کو که از صبح شاید برای او نسبتا با ما آزاد هم هست، نامدار هم هست، تون از ما خب رنگ شخصی است، اگر خود ما درست از باید یک تاکسی از این استفاده میکنیم، ولی چون تو پول پس انداز این تاکسیوان من فکر نمی کنم که واقع داشته باشد، خب بسیار کسی هایش داره اگر در کدام مؤسسه یا دفتر موتر شامل باشه و مثلا ماش بگیره یک چیز از اونو بر از با شاید شوه، اما کسی هایی که من در این شهر بابر که میبینم، کسی هایی رو میبینم، شاید حتی خودم هم دمیم قدم باشم، بعض روز میشه که من پیسه تیل هم نیست که برم یک ده لیتر یا 15 لیتر تیل پرتم و یک مثلا. و قبلا ما که دوکان داشتیم در دوکان خوب نسبتا تاکسیونی که در زیاد راحت بودیم آرام بودیم. شاید هر روز گریه کنیم چون برادرم شهید شده، پدرم اونجا وظیفه داشت در نساجی و گرامی 30 سال وظیفه اجرا کرد، ما یک دونه بایسیکل تا نداشتیم، چون امو ماشش در اون زمان به ما میارد، ما خورد بودیم همو قدر میشد، همو شب و روز ما زندگی ما میشد. فعلا امیال ما از کابل هستم، بی خانه هستم، 7500 روپا ما امیال کرام میتم، شما قبول کنین خیلی بسیار سخت است، یعنی ما چه رقم ما برای تو بگویم که ما شاید گفتم به تو روزایی است که باور کنی در ده لیتر تیل موتر از حوارز میکنه، آه موتر منتها از خودم است، دروغ نمیگم، مال خداست، امیره دارم دیگه چیزی چیم ندارم، بالاست ما خدا پایان هم زمین دیگه، فعلا در خانه کرای زندگی میکنم دیگه، عایده ندارم بجز دربار خداوند، همین کارم است و می اولی قفه دستم بالاخره زندگی را تا اینجا را چرخانده ما پیش برده ما دیگه، از این پس شما ببینیم خداوند مهربان است. شما بیاد بله. شو وام دریور بود در تصدی ملی بست در چیز بود، وقت در زمان همین طالبا و مجاهدین بود، ها طالبا دیگه نو داخل کابل می شدن، اما مجاهدین اینجا موجود بود، اینا از امو سیاسنگ می آمدن طرف شهر نو در چاروهی زنبق راکت آمده بود خورده بود، سه تا اینا همکارا بودن که بسیار ارتش دریور بود از منطقه رشخورد، ما از دوغابات کابل هستیم، اونا دو تا مندیوالایش از چیز بودن از رشخور کابل که راکت خورده بود در چاروهی زنبق میگفتن، همونجا اینا شهید شده بودن. اون وقت ما هم ایران بودیم، باز ما یک سال بعدش خبر شدیم که تامیال جگرخون هستیم، خیلی جگرخون هستیم، تکه اینا تکه تکه شده بودن و از اون سه فرزند به جای مهندسه اولاده که یک دخترک هست، دو تا بچه داره دیگه، خانمش هم که فوت کرد همون در دالمان میشینن که همیال هم رمون دستیم، همون برای ما خاطره بسیار تلخ است که همون منطقه که زیاد ما میرفتیم و بسیار شوق و شوره که در زمانه که برادر ما اونجا خانمش بود آرسی کرده بود ما هر وقت میرفتیم، حالا دیگه خب امروز او رفته دیگه، روی شاد باشه جمله گذشتای ما و کت پدر ما، و ما بسیار خاطرهای درد داریم، لالای قدر خاطرهای تل داریم، حتی در جنگ ها ما مهاجر شدیم، در لوگر رفتیم، پدر ما تا اونجا دفن است، ما نتونستیم از روز جنگ بد که ما او را بیاریم کابل دفن کنیم، نتونستیم به مدیره خود آورده در اون لوگر او را ما دفن کردیم دیگه، بینیم بسیار روزهای بد است دیگه، طبعا هم افغانهای ما اینجا دردیده و رنجیده است،
آدم نمیشه بگه که نیمت ندیدیم، اما از دیگه زندگی است، بالاخره برگذر است. نجرم ببینیم برادر، زمان ما حاکمیت پیدا میکنیم که ما این وطن خود در قدم اول فکر کنیم که نمی وطن نمی خاک از ماست. اگر ما این احساس کردیم که خاک ماست و در قدم دوم ما با اهمیت ضروره داریم. هر کشور اگر امروز آباد میشه سر اهمیتش است. وقتی که اگر اهمیت خوب داشت همه چیز است. شما قبول کنیم که امروز نه ما عملی دیگه در ایشار پیدا میکنیم، نه دزد پیدا میکنیم، نه رازان پیدا میکنیم. اهمیت بیای مردم یک شرکت کارخانه جور کنه، همه گی دست به کار میشه، بالاخره از این بختی و از این فقر کلگی نجات میخواه. تا که اهمیت نداشتیم، اهمیت نداریم، هیچ چیز نداریم. هر کشور سر اهمیت وابسته است. اهمیت داشت همه چیز داره. ما دو دوره ایران رفتیم، باور کن ما با حساب یک افغان شب روز میگشتیم، ما را کس پرسان نمیکرد که تو از کجا هستی، چی کاره هستی. چون اهمیت داشتن کار میکردی، مثلا همه چیز برات معیا بود. زندگی مردم چرا امروز مردم فرار میکنه؟ جوان ها خب نیست اینجا دیگه، هیچ چیز نیست، نه اهمیت دارن نه اقتصاد دارن، بجز که با مواد مخدر راه آسانش فعلا که من میبینم مردم رو آورده، از این اقتصاد خراب آورده یا دوزی. خب دوزی هم از مجبوری میشه. باور که یک آدم یک کاروبار زندگی داشته باشه هرگز دوزی نمیکنه، هرگز آدم آزاری نمیکنه، ولی خب چون که نیست مردم با همه کار دست میزنن و همه کار رو به رو میشه انسان دیگه. بس دیگه لالا، بس گفتار خوشا، بس آهنگ صدا. وقت صلح صلح است. خدا هم گفته، حدیث هم گفته، قرآن هم گفته شما صلح کنید. با جز رای صلح دیگه با جنگ با چیز به دست ما نمه. با جز امروز افغانستان میبینید در هر منطقه با جز مرده دفن دیگه ما چیز نمیبینیم. همه مردم در و در، همه مردم خراب. اگه به اروپا میرن امروز خانمش به یک طرف میره، دخترش به دیگه طرف میره، بچهش به دیگه طرف میره، شوهرش به دیگه طرف میره. با جز خاک خود ما هیچ کشور با از ما نمیشه. اینمی افغانستان خانه ماست، خاک ماست. جز از امی خاک دیگه خاک برای ما وطن ما نمیشه. همی پرچم ماست. باید ما زیر زمین برادروار با اقلیت ما افغاناتی که هستیم، با هر قومی که هستیم، باید با همینجا زندگی کنیم و همی را بپذیریم. با جز از امی دیگه برای ما چیز دیگه هیچ خاک هیچ کشور از ما نمیشه، چون افغان هستیم. هر جایی هم بریم بازم دوباره ای افغانستان است میاییم. اما ما کسایی را میشناسیم میرن میاین به خاطر یک آب هوا رخصت میگیرن و پس از امو خارج میاییم، میگه بریم که افغانستان خوب آب هوا داره، افغانستان خوب جای داره، خانه تو همون جان برایشان خوشایند نیست. بسیار اشتر می قصر میکنه که برای ما خوشایند نیست. در جرمنی است همیال بچه های ما میشناسیم، میگه نمیرسه به امو افغانستان، به خصوص به کابل ما. میگه باور کن که میگر لازم و یاد ما میاد جگر خون میشیم. اما خب چون اهمیت نداره به خاطر این بی اهمیتی و به خاطر بیکاری و به خاطر همین فقر مردم مبرایه. یعنی چی میکنم؟ ما خودم دو دفعه ایران رفتیم، اما کل ایران هم میداد من دو اونجا نمیشتم، چون این خاکم است، دوست داریم، آزاد هستیم، حداقل اسم میکنیم که اینجا آزاد هستیم، از خاک ماست، وطن ماست، آرام هستیم. اما تو نمونجا هم آرام بدیم، نمیگم نبدیم، اما شارم خوب بود. اما بازم او از ایران هست دیگه، از ما نیست. اگه پاکستان است رفتیم چند سال زندگی کردیم، بازم ما آمدیم این ادمی خاک خودمون، خاک ما از خودماست. خب ما امیره بر از امی مردم که واقعا خیانت میکنه به این وطن، خب ما میگیم که دیگه بس است. اگه طال کردین بعد از این خدایتان حاضر ببینین، شما حداقل به خاطر این بیچاره و مسکین ملتتان دل بسوزانین، دست به دست هم بتین، همین شهر خدا آباد کنین. تا به کی ما در آتش جنگ بسوزین؟ تا به کی در آتش بی امنی بسوزین؟ تا به کی ما در ترس وحشت زندگی کنیم؟ ولی از خدا دیگه بس کنین. خب پول هم پیدا کردین، موتر هم پیدا کردین، بادیگارد هم پیدا کردین، همه چیز به دست آوردین، حداقل دیگه بذاریم مردم بیچاره تونه که در همین اهمیت زندگی کنه، ترس و وحشت از ما بین از یا گم شده. باور کن ما اینمیال
خودم تاکسیوان هستم، از مسافر میترسم. مسافر از ما تو میترسه که ما چه رقم برم. تو یک جای ما بسیار که میرم، بسیار با یک ترس، با یک لرز میرم. شب با یک کم ناوقتر باشد، شهر خارج باشد، بسیار میترسم. هم نشه که کلم جای سر رای ما رو بگیرن یا بزننم یا حداقل یک کار شود. دیگر اینی آرزو را داریم که خداوند یک سال واقعی را بیاره، حداقل همین مردم خدا دیگه انصاف بده، خدا هدایتشان کنه، و اگه هدایتشان نمیکنه خداوند امرایشان حساب کنه، خداوند یارو نیست نابود کنه. والا هر کی باشه که به این وطن خیانت میکنه، هر انسانی که باشه خداوند نیست نابودش کنه. هیچ کس برادر نمیخواد، حتی نمیخواد که دو برادر در خانه با هم خفه باشن، چی برسه با یک کشور، چی برسه با یک حکومت. سل سل است. حالا برادر سل است، اگه طالب است، اگه واقع به چیزی وطن است، بیند بشینن جور بیند. همی حالا ششتن به خاطر خدا و به خاطر همین ملت جور بیند. بیند چیزی که واقع است، چیزی که حقیقت است، بیند از این امور کار بگیرن، بالاخره این وطن سر پای میشن. اگه حکومت ما یک چیز بگوید، طالب دیگه چیز بگوید، خوی سالهای سال بازی جنگ ادامه داره. نکنن با گفته بیگانگان، نکنن با گفته اجنبی ها، دست بکشن از او کاغذ های نالتی که پول که با اینا میتن، اینا با فریب از اونا پیش میرن. نکنن ولی از خدا زود دست بکشن، بشینن وقت من ایسی یک افغان، من ایسی یک برادر بشینن همینجا جور بین، بالاخره یک سال واقعی بیاید که مردم دست به کار شود، این وطن گل گلزار شود. امروز خود از این همه چیز داره، هیچ ضرورت نیست که ما به پاکستان بریم، به ایران بریم، به تاجکستان بریم، و امریکا آخر دنیا بریم. چی ضرور است؟ یعنی می خاک ما زینمیجا بشینن، برادروار زندگی کنن، بس کنن دیگه. ولی از خدا طبقه مردم در آتش بسوزن. صلح خوب، طفل ما که طفل است، هفت ساله است، همیال آرزوی صلح داره که صلح یک روز در کشور بیاید که ما از این بدبختی برای. اما چه وقت میاد؟ ما همین میره انتظار میکشیم که چه وقت ما افغانا هوشیار میشیم، چه وقت متوجه میشیم که از دامن دیگرا برایم، واقعا به خاک خود ما دست به کار شویم که تا ما صلح خود ما بریم. و جز افغانا دیگه کس با ما صلح آوردن نمیتونه. همین راه حلش است، مسلمان هستن بشینن گپ بزنن، همون چیزی که واقعا است همون را عمل کنن. مردم طرفدارشون است. کی نمیخواد که کشور جور نشه؟ کی نمیخواد کارام نشه؟ حالا ما اگه امروز تا ترکیه برم با فامیلم بسیار مشکلات است، خیلی زیاد مشکل است. تامی ایران همسایه ماست که ما برم آسان خو نیست که یک آدم در خاک خود ترک کنه بره در خاک دیگه. والا هر چی باشه بازم ما قبلا هم گفتم تو را من ایسی یک افغان میشناسن، اما افغان هم که تو را اهمیت بیتن بسیار است. از دور از کلمه از بسیاریش سرت مثل یک از ایوان اهمیت دارن، افغان ها اهمیت نداره در کشور ها که رفتن. دیگه برادر همین آرزوی همه افغان است که دولت مردای ما دیگه متوجه شوه و همه سیاسون ما متوجه شوند، وقت دست به کار شوند، بخواهند یک تلاش کنند که این وطن سر پا شوه و اصل واقعی بیاید. ما خانه ما در سرک رفته، ما دو تا اولی ما در سرک رفته، در پشت باغ چل ستون است. ما خانه دارم، ممون جمعه شاید مرمی وکیل هم بشناسم. ما رفتیم در تالار از یاد دو سه دفعه چهار دفعه رفتیم تا همیال برای ما کس نه زمین داده نه پول داده. ما همیال در خانه کرایی زندگی میکنم با هفت نفر فامیل که مسئولیت این هفت نفر فامیل به دوش ماست. همی پارلمان ما رفتیم، ولی او دشت پدولی که با ما وعده کردن امروز مردم داده نمره داره، طالب ما یک نمره نداده. و خانه ما را گرفتن، جای ما را گرفتن، میگه برای شما در بدل از اون نمره ما پول هم تاویل کنیم به دولت. ما قوالا داریم از دوران داود خان ظاهر خان، ما کتابچه صفایام داریم. خیخ خانه ما چی شد؟ همین پارلمان چی کرده برای مردم؟ کدام کار درست کردن؟ چی خدمت کردن؟ در مقصد سال که آمدن همینجا ششتن عجز از یه هر کس از قوم خود اینجا دفاع میکنه. این تو یک دربدریز داخل پارلمان. این پارلمان میفهمم، من را میشناسم، شاید اسناد مومدم روی میز از با باشه. از ما دو تا اولی ما رفته در می چلستون، در پشت باغ چلستون، در می سرک نوبرجم، همینجا دوکان داشتم، خانه داشتم، زندگی از اقل همون خوب بود، از کرایی از خانه مردم بد بدیم. امروز ما در بدر ما را ساختن، هیچ کار برای ما اینا نکردن در می پارلمان. والا بازم اوقات ها و همی حالا موسیقی من چالان هستم زیادتر خواندن های مظاهر دوزارم. همه هنرمندان را دوست داریم، همه که جای خدا داره، ولی چون
این هنرمند که واقعت بده با ما چون یاد ما میاید اگه حالا که کم کم میفهمیم از امیر دوزدار اینجا تر بگم استاد بسیار زیاد تشکر تشکر از شما برادر تشکر از شما خدا حافظتان خدا حافظ شما برادر یک روز خوش و خوب داشته باشین که یک روز سال واقعی داشته باشین که کل ما در همون زندگی کنیم و بیاییم قصه های خوبتر و بهتر کنیم از این کدام بسی دختار خوشا بسی آهنگ صدای با خدا تنگ از دلم تنگ از دلم تنگ از دلم با خدا تنگ از دلم تنگ از دلم تنگ از دلم نو آتش می‌گیرد